عرض سلام، با آموزش این جیب در خدمتتون هستم. این جیب همینطور که توی شکل هم میبینین یک در جیب به شکل هفت مانند داره. برای طراحی این جیب شما کاغذی رو که برای الگوی جیب در نظر میگیرین رو تا میزنین. این جیب جیب بزرگی هست، اندازه بزرگی داره. حالا به نسبت جایی که دوست دارین اون جیب رو نصب کنین، میتونین اندازه هاش رو خودتون کم یا زیاد بکنین. حالا به طور معمول من یه اندازه هایی بهتون میگم، ولی باز اندازه ها خودتون میتونین تغییرش بدین. اندازه جیب میتونه از طولش از 20 باشه الی 25، باز به نسبت اون جایی که قرار دوخت باشه. عرض در جیب از 16 الی 18 سانتی متر میتونه باشه، باز به نسبت میتونین کم و زیادش کنین. قسمت پایینش هم که از 20 الی 22 یا 25 هم حتی میتونه باشه. میگم این بزرگ و کوچیکش همه به نسبت سلیقه‌ای و مدلی هست که میخواین روش جیب رو نصب کنید. حالا ما اساس جیب رو به این شکل براتون میگیم. در قسمت بالا جیب طولش کمتره، عرض دهانه جیب نسبت به پایین کمتره. من اینو حدود 16 سانتی متر براتون در نظر گرفتم که بازش که بکنه. این قسمت الان 8 سانتی متره. قسمت پایین هم 10 سانتی متر در نظر گرفتم و طولش رو 20 سانتی متر. وقتی باز میکنم یه جیب دارم با دهانه 16 و قسمت پایین 20 و طول 20 سانتی متر. برای طراحی قسمت در جیب، اون لبه تزئینی لبه جیب، از وسط جیب حدود 3 سانتی متر شما پایین بیاین، میشه این قسمت، و این 3 سانتی متر پایین اومده رو به طرفین با خطکش رسم کنیم. این قسمت دیگه دورریز جیب شما میشه. برای در جیب قسمت لبه جیب از طرفین حدود 8 سانتی متر پایین بیاین، میشه این قسمت، رو از دو طرف 8 سانتی متر پایین بیاین، این قسمت و این قسمت، و برای لبه وسط جیب حدود 10 سانتی متر پایین بیاین، میشه این قسمت. این نقاط رو به هم وصل کنیم. و از این شکل کپی برداریم. از این شکل که الان اینجا تشکیل شده یک کاغذ دیگه زیرش بذارین، رولت کنین و کپی بردارین. و برای کناره های لبه جیب همینطور که توی شکل میبینین یه مقدار بیرون زدگی داره از خود بیس جیب، حدود 1 الی 1.5 سانت. من اینا رو، این خطوط رو به طرفین بیرون میرم، در همین امتداد این خط 1 الی 1.5 سانت بیرون میرم و وصل میکنم به در جیب توی قسمت بالا. این مقدار رو که بیرون رفتین ازش حالا کپی بردارین که میشه این. میبینین از قسمت‌های بیرون زدگی داره. این در جیب رو داشته باشین. الگوی جیبتون با زاپاس 1 سانتی متر در اطراف و همچنین لبه جیب با زاپاس 1 سانتی متر برمیارید. از الگوی لبه جیب 2 عدد در میارید. من با 2 رنگ جدا براتون این کار کردم که توی فیلم مشخص باشه و متوجه بشید. پشت یکی از لبه های جیب رو لای چسب بزنین و قسمت بالایی رو از قسمت پهلو پایین و این پهلو بدوزین و اتو کنین و برگردین. قسمت هفت بالا فعلا باهاش کاری نداریم، فقط این اطراف رو بدوزین و برگردین. به این شکل اطراف جیب رو از 3 طرف، از 4 طرف این قسمت دوختیم و این قسمت بازه. گوشه‌های جیب رو خالی میکنیم که وقتی برمیگردونی ایجاد زخامت نکنه و کار رو برمیگردونی. همچنین قسمت زاویه این نوک رو هم خلوتش کنیم که وقتی برمیگردونی ایجاد زخامت نداشته باشیم. به این شکل خلوتش کنیم. کار رو برگردیم، اتو بزنیم به این شکل. تا به این مرحله که رسید روی قسمت جیب، الان اگر من فرض کنم اینجا روی کار من باشه، این قسمت روی جیب باشه، کار رو به پشت برمیگردونم و قسمت بالاش رو میدوزیم و کار برمیگرده به سمت رو. قبل از اینکه این کار بکنیم، شما لبه هایی که زاپاسی رو که گذاشته بودیم برای کناره های 1 سانتی متر رو اتو بزنین، حتما این کار رو بکنیم. خب
لبه های جیب رو همینطور که میبینیم 1 سانتی متر زاپاسش رو اتو زدم. حالا میخوام کار رو چرخ کنم، اطراف اتو زدم، کار رو برمیگردونم این قسمت رو، برمیگردونم به پشت کار و همینطور که این 1 سانتی متر رو به همین شکلی که اتو زدیم روی کار میذارم و قسمت 7 در جیب رو میدوزیم. عزیزان این خط رو لبه رو دوختیم و این وسط رو قبل از اینکه برگردونیم تا جایی که نزدیک به دوخت باشه باید چرت بزنیم. چرت نزنیم به هیچ عنوان کار لبه کار بر نمیگرده. تا جایی که دوخت رو برش نزنیم به این شکل چرت میزنیم و کار رو به رو برمیگردونیم. این کار که به رو برگشت باز یه اتو خیلی خوب، اتوی گرم و سرد، اول اتوی گرم و اتوی سرد میتونه یه اتوی قدیمی یا میتونین از سنگ مرمر هم استفاده کنین. یه اتوی سرد روی کار میزنین و موقعی که میخواین کار رو روی بیس اصلی کار یعنی مانتو یا پالتو نصب کنین، اینم همینطور، اینم باید قبلش اتو زده باشین، قسمت پایین کار رو هم باید اتو زده باشین. حالا وقتی میخواین کار رو نصب کنین محل جیب رو مشخص میکنین و از این کنار از این قسمت کار رو اتوش رو در رو به پایین میدین. محل جیب رو که مشخص کردین کجا باشه، این کنار رو روی کار قسمت پایین و همچنین به سمت بالا کار رو میدوزین و این رو به این شکل برمیگردونین. یعنی زمانی که شما میخواین این کار رو روی پارچه نصب کنین این به این شکل لبه جیب رو کنار میزنین، یک بار میدوزین، برمیگردونین و باز این قسمت لبه جیب رو کنار میزنین به این شکل، کار رو روی پارچه اصلیتون میدوزین. امیدوارم که از این جیب استفاده کرده باشین و موفق باشین.